آورد. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما همراه میشن تا بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. آقای معماریان، کارولین جنوبی خانه خانم هیلی، جایی که اونجا فرماندار بوده و شکستش معنادار خواهد بود، اما چرا با این وجود فکر میکنین که حضورش برای خودش مهمه، میخواد در این انتخابات بمونه و برای ترامپ چه معنی داره؟ همینطور است. همونطور که شما اشاره کردین، همه نظرسنجی ها داله بر این استش که آقای ترامپ برنده این انتخابات خواهد بود و برای خانم هیلی هیچ مسیری برای پیروزی متصور نیست. ولی این سوال مهمی است که چرا خانم هیلی علارغم این که از نظر ریاضی، از نظر نقشه انتخاباتی هیچ مسیری برای پیروزی نداره، چرا همچنان در انتخابات باقی مونده و همچنان گفته که حتی در صورت شکست در این ایالت کارولینای جنوبی که ایالت خودشون هست، به راه خودش ادامه خواهد داد و در پنجم ماه مارس که بیشتر از 15 تا ایالت انتخابات برگزار خواهند کرد، در اونم شرکت خواهد کرد. این سوال مهمی است و میشه گفتش که واقعا مسئله فراتر از انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه است. مشخص است که خانم هیلی طرفدارانی داره که تامین منابع مالی برای ایشون میکنن و کمپینای انتخاباتی معمولا تا زمانی ادامه پیدا میکنه که پول براش وجود داره و مشخص است که گروهی هستن که در میان جمهوری خواه و افرادی که فکر میکنن که حضور خانم هیلی مهم هست در این انتخابات، اینکه جلو آقای ترامپ وایسن و اون قسمتی از حزب جمهوری خواه رو که میگن که هیچ وقت ترامپ یا نبر ترامپ اونها رو بسیج بکنن و صدای اونها رو در واقع برسونن، همون کاری که در واقع میشه گفتش که آقای برنی سندرز کرد در سال 2016، در واقع انقدر در انتخابات جلو خانم کلینتون باقی موند که یک در واقع جنبشی ایجاد کرد که الان ما ثمرش در میوهش رو بارش رو میبینیم در میان دموکرات ها در کنگره آمریکا و جای دیگه. بنابراین به نظر میرسه که خانم هیلی خودش رو نگه داشته در این انتخابات و کسی که ازش حمایت میکنن که نشون بده به جمهوری خواهان، به خصوص بعد از انتخابات سراسری، که فکر میکنه خانم هیلی آقای ترامپ شانس کمی داره که بگه که من به شما گفتم و با توجه به شرایطی که وجود داره اگر قرار باشه که از این مسیر بخوایم برای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات کنگره آمریکا اقدام کنیم، جمهوری خواهان هیچ شانسی در برابر دموکرات ها نخواهند داشت. بنابراین به نظر میرسه که حضور خانم هیلی فراتر از انتخابات مقدماتی برمیگرده به آینده حزب جمهوری خواه و برنامه ایشون برای حزب جمهوری خواه، ولی از نظر اون چیزی که در اتفاق میفته که در انتخابات مقدماتی به نظر میرسه که آقای ترامپ بتونه که کاندیداتوری جمهوری خواه رو در انتخابات مقدماتی در طی روزهای آینده کسب بکنه. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت، ممنونم از شما.